آن هم پس از 120 هزار اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی. اگر معنی آشوب و اختشاش و ساختار شکنی، بیام و مقاومت و انقلاب برای آزادی است، بله ما همه آشوبگریم، اختشاشگریم و ساختار ولایت یزیدی را به هر قیمت در هم می شکنیم. اگر تعریف شما از تروریسم ایستادگی در برابر سرقت حاکمیت مردم ایران و رزم جانانه برای آزادی و همان ارزش‌های جهان شمولی است که امروز رئیس جمهور آمریکا هم می‌گوید رژیم ایران ملزم به رعایت آن است، بله تا می‌توانید عمامه زمین بزنید و ما را تروریست بخوانید آنقدر که گلویتان پاره شود. اگر کسی به خاطر درهم کوبیدن خودروها و سوزاندن موتورها و تجهیزات و اماکن جنایتکارانی که به روی مردم بی‌دفاع آتش گشودند به اسم هدر شدن اموال عمومی مردم ایران اشک تمساح می‌ریزد، بهتر است ابتدا حساب 68 میلیارد دلار پول ناپدید شده از 300 میلیارد دلار درآمدهای نفتی 4 سال گذشته را پس بدهد. پول نفت چی شده؟ خرج بسیجی شده. بسیجی بی غیرت، تشنه به خون ملت. حکومت زور نمیخوایم، پلیس مزدور نمیخوایم. اگر کسی در فکر حرمت عاشورا و ایام عزاداری است، سوگند به خون شهیدانی که در آستان سید الشهدا فرود آمدند و سوگند به درد و رنج مجروحانی که سر به پیشگاه او سایدند، پس از 30 سال نخستین سالی است که حرمت عاشورا و تاسوعا، حرمت خون خدا و ابوالفضل علمدار به پا داشته می شود. ابوالفضل علمدار خامنه ای رو بردار. همان سوگند وفا که بر تارک ذریحش نوشته است فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. چه کسی نمی داند که درد خامنه ای و تیغ کشان و عربده کشان او نه خدا و نه آیین خداست و نه امام حسین و انبیا و اولیا. تجاوز توی زندان اینم بود توی قرآن، 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 سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، بیعت با ظالمان حرام است حرام است. مزدوران و آخوندهای خمینی صفت در روزگار یزید او را امیرالمؤمنین یزید می‌خواندند، اما امام حسین به آنها می‌گفت حتی اگر ایدئولوژی و مرام و دین و اصولی ندارید آزادگی پیشه کنید. این همان چیزی است که تابعان ولایت خامنه ای بوی از آن نبردند. خامنه ای یزید دوران شده، وطن از او یک سر ویران شده. خامنه ای مرگت باد، تا به ابد ننگت باد.
فرد خامنه‌ای و گماشته در محاق رفته او احمدی نژاد را میگویم و سر از لاریجانی که اکنون شقه دیگری را در باند خامنه‌ای نمایندگی میکنند یک چیز بیشتر نیست. 20 سال حاکمیت بادآورده انحصاری بعد از خمینی در سایه جنگ کویت و جنگ افغانستان و جنگ عراق در همسایگی ایران امر را بر آنها مشتبه کرده و هوا برشان داشته است. اما اکنون به شدت از دور زمان و زمان عقب افتادند. نمیخواهند و نمیتوانند بپذیرند که آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. همچون غریق به هر خس و خاشاک چنگ میزنند. فرجام کار ما از پیش روشن است، سرنگونی محتوم. به روشنی میتوان دید که این رژیم در بنبست است، به آخر خط رسیده و راه پس و پیش ندارد. به نظر میرسد دیکتاتور عمامه‌دار نیز مانند سلف تاجدار خود صدای انقلاب مردم را شنیده باشد. استمرار و سرعت پیشروی و درجه تعمیق و گسترش نیروهای قیام در 6 ماه گذشته و مخصوصاً انبار بارودی که در ایام تاسوعا و عاشورا در ایران سرباز کرد به همگان نشان داد که آنچه مقاومت ایران درباره وضعیت جامعه ایران و درباره رژیم می گفت حقیقت داشته و در آن مبالغه‌ای نبوده است. امروز دیگر از آن همه حرف و حدیث درباره ماندگاری و تثبیت و اصلاح و استحاله رژیم خبری نیست. به محض اینکه در انتخابات رژیم روزنی باز شد، شکافی عمیق هویدا شد که به شقه‌ای درمان ناپذیر منجر گردید. اکنون با قیامی شعله‌ور مواجهیم که همه دنیا را به پایان کار این رژیم متقاعد کرده است. اکنون بسیار میگویند و مینویسند که راه حل همان راه حل سوم و تغییر دموکراتیک به دست مردم ایران است که رئیس جمهور برگزیده این مقاومت از سالها پیش عنوان کرد. گفته بودیم که ما به جامعه بین المللی و به آمریکا و اروپا راه حل مریم را پیشنهاد می‌کنیم. این راه حل نه فقط مطلوب ما و ملت ما، بلکه نیاز مبرم خود آنها و ملت‌های آنها هم هست، زیرا که صلح و امنیت و دموکراسی و حقوق بشر و ثبات و سازندگی و دوستی و یک ایران غیر اتمی و همکاری و توسعه اقتصادی را در این منطقه از جهان پیشنهاد می کند و به قوانین و کنوانسیون های بین المللی احترام می گذارد. نکته را هم که در نوروز سال گذشته 1387 به استحضار رساندم یادآوری می کنم.